سرخط خبرها. عضو ستاد مقابله با کرونا. آمار بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی مهندسی می شوند. آمار واقعی 20 برابر است. پومپو، خاورمیانه یک صدا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است. شمشیر استیزاح بر سر وزیر نفت. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. محمد رضا محبوب فر عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی آمار کرونا قطعا مهندسی شده به جامعه تزریق می شود. او گفت آمار مبتلایان و فوتی های وزارت بهداشت 1/20 آمار واقعی است. محبوب فر به روزنامه جهان صنعت گفت اختلاف نظرها میان اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و هیئت دولت جدی است و کاهش آمار جانباختگان در روزهای اخیر موقتی است و خوشخیالی کاذب برای دولت و مردم ایجاد می کند. او گفت دقیقاً 1 ماه قبل از اعلام رسمی ظهور کرونا در کشور، یعنی در اوایل دی ماه، اولین بیمار مبتلا به کرونا مشاهده شده است. ولی آن زمان دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرد و بعد از مراسم 22 بهمن ماه و انتخابات مجلس بالاخره دولت تصمیم گرفت شیوع کرونا در کشور را اعلام کند. محبوب فر گفت اطلاع رسانی شفاف و اراده برای کنترل کرونا وجود ندارد و اگر وضع به همین منوال پیش برود و موازین بهداشتی رعایت نشود، با فرارسیدن شهریور و آغاز پاییز موج بعدی میتواند تعداد فوتی ها را 4 رقمی کند. به گفته محبوب فرد در حال حاضر 60% از افراد جامعه خودشان را مقید به رعایت پروتکل بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، بهداشت فردی و حفظ فاصله فیزیکی میدانند. او گفت در روز عید قدیر و 3 روز برگزاری کنکور کارشناسی ارشد به دلیل ازدحام مردم برای گرفتن نظری یا ازدحام داوطلبان کنکور و خانواده های آنها حتی 30% پروتکل ها رعایت نشده است. محبوب فر همچنین گفت آزمایش کرونا در ایران بیشتر نشده و به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات برای افراد بالای 60 سال، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و حساس انجام می شود و بقیه باید به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه کنند که هزینه آن حدوداً 300,000 تومان است، هرچند که بسیاری از آزمایشگاه‌ها بازار سیاه درست کردند و تا 1,000,000 تومان هم می‌گیرند. او گفت شرایط کشور از نظر کرونا عادی نیست. با این حال محبوب فر تاکید کرد که کلیه تجمع‌ها باید تا اطلاع ثانوی لغو شود، از جمله دورهمی‌های خانوادگی، مناسبت‌های مذهبی، عروسی و عزاداری، چرا که فرد مبتلا به کرونا اگر بدون حفاظت در مجامع عمومی حاضر شود می تواند بیش از 400 نفر را مبتلا کند. به گفته این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، بخش زیادی از مردم خواهان لغو کنکورهای سراسری یا برگزاری مراسم عزاداری به صورت مجازی هستند، اما ظاهرا منافع عده‌ای به گونه است که به دولت فشار آوردند که برخی محدودیت‌ها اعمال نشود. مایک پومپو با انتشار 2 پست توییتری از نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کرده است. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتشار 2 پست توییتری و از جمله یک فیلم که درباره زیانهای رفع تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی تهیه شده است، از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تا نگرانی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس را از نظر دور ندارد. خبرگزاری Associated Press روز دوشنبه 10 اوت 20 مرداد با انتشار گزارشی از دبی به نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت سازمان ملل و واکنش ها به این نامه پرداخته است. از سوی دیگر مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار 2 پست توییتری بار دیگر بر اهمیت تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت تاکید ورزیده است. روسیه و چین اعلام کردند که به قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران رأی منفی خواهند داد. آمریکا ماهاست که در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل تلاش می‌کند. مایک پومپو در پست توییتری روز یکشنبه 9 اوت خود به نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت اشاره کرده و در آن به خواست کشورهای عضو این شورا مبنی بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تاکید ورزیده است. او نامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را اقدامی شجاعانه
نامیده و نوشته است آمریکا نیز پس از یک سال تلاش دیپلماتیک قطعنامه ناظر بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را این هفته به شورای امنیت ارائه خواهد داد. پومپئو در این پست توییتری خطاب به کشورهای عضو شورای امنیت گفته است که آنان باید بین تجهیز تسلیحاتی تروریست‌ها و پشتیبانی از کشورهای حوزه خلیج فارس یکی را انتخاب کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در پست دوم توییتری خود به همراهی و همصدایی اسرائیل با کشورهای عرب خاورمیانه اشاره کرده و نوشته است همه کشورهای خاورمیانه از کشورهای حوزه خلیج تا اسرائیل خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند. این موضوع برای همه این کشورها از اهمیت حیاتی برخوردار است. کشورهای عربی و اسرائیل در این باره با یک صدا خطاب به شورای امنیت سخن میگویند و شورای امنیت باید به خواست آنان گوش بسپارد. پس از ناکامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سوال از رئیس دولت، یک عضو کمیسیون امنیت ملی از جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خبر داد. رابطه مجلس 11 و دولت 12 حتی بعد از تشر خامنه‌ای به نمایندگان پرتنش است و نمایندگان همچنان به دنبال فراخواندن وزیران به صحنه علنی مجلس هستند. در تازه‌ترین اقدام محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر نفت خبر داده است. او یک شنبه 19 مرداد گفت به همراه تعدادی از نمایندگان این طرح را کلید زده است. پیش از این نیز شماری از نمایندگان در نامه‌ای به سران سه قوه از عملکرد زنگنه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات او شده بودند. اصلی ترین دلیل شکایت از زنگنه حذف و اجرای دوباره طرح سهمیه بندی سوخت که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را شد اعلام شده است. علاوه بر این به گفته رضایی بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی در توسعه میادین نفتی و خامفروشی از دیگر محورهای طرح استیضاح وزیر نفت است. زنگنه که از آغاز حضورش در رأس وزارت نفت با نمایندگان موسوم به اصولگرا اختلاف نظر داشت، در آغاز به کار دولت حسن روحانی تلاش کرد قراردادهای نفتی ایران را تغییر دهد و واگذاری پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز به شرکت‌های داخلی وابسته به بنیادهای مذهبی و نظامی را متوقف کند. واگذاری یک فاز از پروژه پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال از دیگر اقدامات او بود که مخالفت و اعتراض شدید نمایندگان مجلس و نظامیان را برانگیخت. با این حال پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، شرکت توتال هم ایران را ترک کرد. زنگنه که پیشتر شرکت‌های داخلی را گرانفروش و ناتوان در پیشبرد برنامه‌های توسعه وزارت نفت عنوان کرده بود، از سوی منتقدانش به وابستگی و علاقه به همکاری به شرکت‌های اروپایی متهم می‌شود. وزیر نفت این اظهارات را اتهام دانسته و به تازگی ناچار شده چند پروژه را به شرکت‌های وابسته به بنیادهای حکومتی واگذار کند. زنگنه 3 تیر همزمان با امضای قرارداد تکمیل پروژه آزادگان گفته بود که در حال حاضر هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و میدان فرزاد هم به یک شرکت ایرانی واگذار خواهد شد. در صورتی که نمایندگان مخالف زنگنه بتوانند برای استیضاح او مجلس را با خود همراه کنند، هیئت وزیران دولت حسن روحانی از اعتبار ساقط می شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته هنگامی که تنش میان مجلس و دولت فزونی گرفت، خطاب به نمایندگان گفت فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کارهای مهم لطمه نخورد. اظهار نظری که سبب شد طرح سوال از رئیس دولت در مجلس پیگیری نشود. ممکن است دخالت او در آخرین سال دولت حسن روحانی در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمتر از 500,000 بشکه در روز سقوط کرده و بازگشت درآمدهای ارزی امکان پذیر نیست، راه را بر نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر نفت ببندد. نمایندگان مجلس چندی پیش نیز به دنبال احضار وزیر نفت در ارتباط با جریمه ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان بودند.